it. سلام، من الی هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدین. همچون که دیدین ما یه راه خیلی طولانی طی کردیم تا برسیم به اینجا که آلودگی نوری صفر باشه. این بیابون نزدیک ساواس، متاسفانه لوکیشن دقیق رو نتونستم براتون پیدا کنم و کل این تور باید یعنی کل این عمل باید موقعی انجام بشه که شب و مهتابی نباشه، یعنی میخوام بگم که یه تایم خاص تو ماه داره. بچه ها دارن چادر رو باز میکنن چون قراره که شب اینجا بمونیم. الان منتظریم که آفتاب بره، یعنی خورشید غروب بکنه و من کفشای کوهم پوشیدم خاطر اینکه اینجا پر از موجودات موزی جهت امنیت، اینا رو پوشیدم. ایشون هم استاد یعنی عکاس حرفه‌ای این توره که حالا به بقیه عکاسا داره یاد میده که چجوری باید دوربیناشون رو آماده بکنن برای عکاسی. من عکاس نیستم، من همراه عکاسا بودم، داشتم واسه خودم همینجوری پرسه میزدم و عشق میکردم. سر همین خب من دستم آزادتر بود، خیلی تونستم ویدیو بگیرم. حالا کم کم که بر جلو همه بخشوشو بهتون توضیح میدم، البته خب قطعا نه توضیح حرفه‌ای که حالا هممون بتونیم لذتشو ببریم. خارج کنید، فقط دستاتون رو شاترا باشه. با شمارش من 3 2 1. الان مدل مستقر جلوی دوربینا و خب میبینی با اون نوری که داره میچرخونه این بعدش تو عکس میفته که ببینیم 1 2 3 طول میکشه که تو دوربین ظاهر شه. چقدر طول کشید؟ این دقیقا عکسیه که به دست میاد. خیلی جذابه، یعنی تمام این ستاره ها رو ما با چشم میتونیم ببینیم. اینم نتیجه کار بعد از ادیت. اون حالت پنبه‌ای که دارین از نیمه به سمت چپ میبینین، اون کهکشان راه شیریه و دقیقا با چشم غیر مسلح میشد دید، اما خب تو دوربین من دیده نمیشد. همطور که دیدین با کلی قلق و داستان اینا حتی میشد عکسشو گرفت. من فکر کنم از زمان بچگیم تا به حال همچون آسمونی دیگه ندیده بودم. اینم یه عکس دیگه است که میبینی، اینم همون رقص نور داره توش. الان ساعت نزدیک 10، بعد اینجا تاریکی مطلقه. من سکوت میکنم، البته نورا رو میبینین از اون طرف، ولی آسمونم میبینین همین ستاره ها معلومه، اما من سکوت میکنم، شما گوش بدین به این فضا، تجسمش کنین. این عکس هم مرکز عکس که یه ستاره خیلی ریزه، اون ستاره قطبیه و جالبه که تمام ستاره ها حول ستاره قطبی میچرخن. اون خطایی که افتاده مسیریه که یه ستاره طی کرده. این عکس فکر کنم اگه اشتباه نکنم حدودا 2 ساعت طول کشیده. اگه بخوام یه توضیح علمی کوچیک بدم، لنز دوربین مثلا 2 ساعت باز مونده، هر مثلا 30 ثانیه یه عکس گرفته، فرض کنید مثلا میشه 40 تا عکس، این 40 تا عکس توی نرم افزار روی هم قرار گرفته، به خاطر همینه که یه خط افتاده. اون خط نشون میده که مثلا ستاره از نقطه A رفته تو نقطه B و جالبتر اینه که دور ستاره قطبیه و ستاره قطبی ثابت میمونه تو عکس. چون که دیگه کم کم داره میره سمت صبح، خیلی سرده، آتیش روشن کردیم که گرم بمونیم. بچه هم هی میرن و میان. دیشب با اینکه من دیر خوابیدم و خب
کلی لباس گرم پوشیده بودم، کلا 2 ساعت خوابیدم. خیلی سرد بود، تمام شب داشتم یخ می‌زدم و همه الان دارن جمع میکنن وسایلشون رو که بریم. ساعت 8:30 الان و خب دیگه کاری نیست، تمام اون کاری که باید انجام میشد شب انجام میشد و همینطور که میبینین آسمون حتی یه تیک ابرم نداره، به خاطر اینکه باید اینجوری باشه تا ما بتونیم ستاره رو ببینیم. واقعا تجربه جذابی بود، بهتون پیشنهاد میکنم که حتی اگه مثلا من عکاس نیستین حتما یه برنامه این شکلی بر خودتون تدارک ببینین، تجربهش خیلی به جهان بینی آدم کمک میکنه. امیدوارم که شما هم از تماشای این ویدیو لذت کافی رو برده باشین. یادتون باشه که هر سوالی، نظری، چیزی داشتین میتونین کامنت بذارین، من همه کامنت ها رو میخونم، جواب میدم. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.